وزارت مخابرات، وزارتی که وظیفه وزیرش به دلیل فساد اداری به حالت تعلیق در آمد. ناکارا بودن در بخش نظارتی از شرکت های مخابراتی هم شدیدترین انتقادات است که بر این وزارت وارد است. بحث گرفتن نگرانی ها در مورد چگونگی گرفتن مالیات از کردیت، سیستم کردیت مشتریان هم کلانترین پرسش هایی است که هنوز هم بین مردم افغانستان مطرح است. اما چرا در وزارت مخابرات یک مدیریت درست هنوز پس از سپری شدن بیشتر از 2.5 سال در حکومت وحدت ملی به وجود نامده؟ سلام به برنامه بازنگاه، خوش آمدید. من امین بابک هستم و میهمانان ما خواهند سید احمد شاه سادات، سرپرست وزارت مخابرات تکنولوژی افغانستان، و چون آقای محمد فرهاد صدیقی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان و معاون کمیسیون مراسلات و مخابرات ولسی جرگه. بسیار خوش آمدید میهمان عزیز. آقای سادات، اول خود نخست شما بفرمایید که سرنوشت وزیر تعلیق شدیدان چی شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا به پیشنهاد لوی سارنوالی و به حکم رئیس جمهور، وظیفه عبدالرزاق واحدی سرپرست وزارت مخابرات سابقه، وظیفهش به انفصال در آمد. وقتی که یک کس وظیفهش به انفصال بره، او معنیش نیست که اگر او از دوسه شپاک هم شوه پس به وزارت به یعنی شما میگین عزل شده؟ او عزل شده، اونجا وضاحت نوشته است انفصال. اگر تعلیق باشه، یک کسی که تعلیق باشه پس از دوسه اش که خلاص شد، او پس به وظیفه خود آمده میتنه، ولی انفصال پس آمده نمیتنه. و در بخش فساد، وزارت مخابرات وزارتی است که همواره به اتهام فساد بر جبینش خورده و وزیر شما هم به اتهام همین مثلا از وظیفه برکنار شده. چی کار صورت گرفته در مبارزه با فساد؟ اصلا اگر شما ببینین، وقتی که یک موضوع فساد در وزارت می باشد، او را ما به تفتیش داخلی در وزارت، تفتیش داخلی یک ریاست داریم، برو میدیم تفتیش داخلی تحقیق که میکنه، پس امو دوسیه را معلومات و گزارش به وزیر میتا و به هدایت وزیر و به تفتیش داخلی ای به سرنوالی میره و سرنوالی تحقیق میکنه. و همچنان وزارت 100% همکار امرای در تحقیق همکاری میکنه. شما میبینین که کسایی که وظیفهش به تعلیق افتید و کسایی که وظیفهش به اصطلاح زیر انوستیگیشن هستن، تحت انوستیگیشن هستن، ما امرایشان 100% همکاری میکنیم، زمینه را برایشان مساعد میسازیم. نه، گراف بلند فساد در وزارت مخابرات شما میپذیرین و یا هم نه؟ فساد در هر اداره امکان داره که باشه، ولی وقتی نه با این پیمانه که وزیرتان به حالت تعلیق در میای وظیفش، در سطح پایین هم میپذیرین و یا هم نه؟ در سطح پایین هم فساد هست، ولی ما کوشش میکنیم که فساد از بین ببریم. خب کوشش میکنیم چی کنیم؟ شما چند مورد مثلا به نهادهای تعلیق قضایی فرستادین؟ چند مورد به اتهام فساد؟ ما برایتان مثلا به طور مثال گفته میتانیم که تغییرات منیجمنت ما آوردیم. مثلا در افغان تلکام تغییرات آوردیم، تیم نو تیمشان آمده، تیم سابقهش تغییر و تبدیل آوردیم، در کارمندای نو از طریق پروسیجر سی بی آر میاریم که تا مردم اهل کار برشان کار برای اهل کار فرست داده شوه و مردم بیان که او ظرفیت داشته باشن و اینمی جلوی فساد باز گرفته میتانه. یعنی شما تنها فساد در مدیریت وزارت میبینید؟ فساد در همچنان در مدیریت، همچنان در بخش پروژه ها، وقتی که پروژه ها مثل چیز میشه ما او را میبینیم. یک مثالش اگر برایتان بگویم، چند وقت پیش 7000 لپتاپ برای وزارت معارف گرفته می شدن، او اوراقشان رفتن به تدارکات ملی. وقتی که برای ما معلومات آمد که اینجا ممکن فساد باشه، یک نگرانی بودن، ما مامور معطل ساختم، برایشان گفتم که این امیر پس فسخ کنین و این باید تحقیق شود به تفتیش داخلی. نه، پس از اداره آقای وحیدی این وزارت به عنوان کلانترین دستگاه فساد مطرح می شد که گفتن که یک دلایلش هم این بود که وزیرتان برکنار شد. آر شما در بخش کاهش فساد در این وزارت چی کاری کردین؟ مثلا چند مورد گفتم اشاره بکنید؟ حقا یه موضوع چی وقت ده چی کلا ده وزیر ده مخابرات و ده واحدی سب په تعلیق کی ورغلا موضوعی په انفصال شوه خپل وظیفه. اگر علت داو چه مثلا سیستم ده ریال تایم منیجمنت جوړ شوی نو او هغه د ژورنالیستانو ته او د پارلمان غړو ته وښودل چې موږ سیستم جوړ کړی، سیستم جوړ نو اوس د همهغې په دغه باندې موږ سیستم باندې کار شروع کړی، موږ سیستم جوړو، موږ ورته تخنیکي بخش مثال جوړ کړو، تخنیکي برخه خلاصه شوې ده، اوس تدارکاتو ته
ناګه د پروژې تدارکات ته ورکې تلی ریال ټایم سیستم جوړ شي او دغه د لس فیصد مالیه په شفافه تور سره د ولس خلکو نه راجمه شي او دغه مخکې چون پروسه شفافه تور سره مالیه نه جمع کېده د خپل فساد نو دغه موضوع د خاطر باندې وظیفه د هغې مثلا فساد ته ولاړه او موږ اوس د هغې په اصلاحات په دې کې راولو چې تر څو یو شفافه پروسه په دغه کې ولرو د لس فیصد لپاره. آقای شریخی، آنچه را که آقای سادات در مورد جلوگیری از فساد و اقدامات فساد در وزارت مخابرات انجام داد، آنچه را که کمیسیون شما دریافته، واقعا اقدامات وزارت مخابرات قابل قبول است برای شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به جناب سادات صاحب و بینندگان تلویزیون شما. گرچه که ما در زمانی که وزیر مخابرات واحدی صاحب بود، در اون زمان واقعا بین کمیسیون ما و بین وزارت مخابرات یک کشمکش و جنجالی بود که همیشه ما اعتراض و انتقاد داشتیم به خاطر این 10% که از مردم تکس گرفته می شد و مشکلاتی که ما داشتیم و مردم افغانستان داشت. در این رابطه ما می خواستیم که یک سیستم درست ایجاد شود که برای مردم افغانستان و برای حکومت واضح و روشن باشه که ما چقدر در یک ماه عواید داشتیم و این پولی را که از مردم می گیریم چقدر اصلا. متاسفانه که تا هنوز اون سیستم در وزارت مخابرات کار نشد و حتی معلوم نیست که تا چی حد و کدام اندازه. خب آقای سعادت گفت که در بخش ایجاد سیستم کار کرده. در وقت در زمانی که آقای واحدی بود یک سیستم آورده بود به خاطر از این که مردم فریب بده و شورای ملی را او را آورد و مردم نشان داد که من این سیستم میرم، در زمان نگه پاس صورت نگرفته بود. اما در این زمانی که آقای سعادت سرپرست است، واقعا احترام به جناب ایشان داریم و آدم با شخصیت هستند و اینا کاری که قابل ملاحظه بود به او شکلی که بود اینا کارا را انجام دادن. اما یک مشکل در وزارت و در اوج است که سرپرست تا وزیر بسیار تفاوت داره. اگر اینا واقعا در قانون اساسی به شما معلوم است که سرپرست از بسیار صلاحیت ها از قانون اساسی کار گرفتن میتونه، صلاحیتاش محدود است. اما ما را خواهش ما این است که ریاست جمهوری باید سرپرست وزیر مخابرات معرفی بکنه تا رأی بگیره و در پالوی از اینکه رأی بگیره در وزارت مخابرات اصلاحات بسیار در کار است. باید ما اصلاحات داریم. یعنی فعلا کمپانی های ما که مصارفی که روزانه مردم گپ میزنه، از این ها کمپانی ها ممکن که با ما فکر میکنم کمپانی ها از این پولا میگردانن، از این پولا دزدی میکنن. ما یک طرفی که درستی را نداریم که تمام سیستم کنترل بکنه. حتی یک نفر اگر بخواه یک دقیقه گپ بزنه بفهمه که چند مصرف ما شد و چطور شد. این مسجایی که از کمپانی ها میای یا از طرف دولت یا از طرف وزارت مخابرات کنترل نمیشه، فقط مسج اونا رو میکنن بین خود مشتری و بین از اوناست. هیچ وقت جلو وزیر گرفتن نتونستن که میگرفتن بسیار گپ خوب بود و برای مردم هم یک سهولت بود. آقای سعادت، شما گفتین که خب تنها دلیلی که آقای واحدی از وظیفه برکنار شد مسئله کردیت 10% مالیاتی بود که بر مشترکین وضع میشه. اما در فوریه سال روان کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد یک گزارش نشر کرد که در او گزارش آمده بود که وزارت مخابرات غرق در فساد است. یعنی یک مورد نه، غرق در فساد. شما غرق در فساد زمانی که در فوریه مطرح شده بود، چند ماه دیگر گذشته، بعد از اینکه سرپرست شدین چی کار را کردین به خاطر این؟ مثلا او وقت نفره استخدام شده بودن بالمکتب معاش های بلند که به اصطلاح 13,000 زیاد برایشان از قانون اجازه نبود که برایشان معاش داده شده، معاش 5,000 و 100,000 داده شده بود. به این خاطر این هم یک موضوعی بود که همیاری او این کار همیاری نمیشه. اول این قسمی کار شده بودن و دیگه ایش نمی که پروژه هایی بودن که به اصطلاح نظارت و چکشان نمیشد. امیال ما دقیق نظارت و چک پروژه ها را میکنیم. هر پروژه که به اصطلاح به تدارکات ملی میره او را دقیق چک میسازیم. در چند روزهای گذشته مثلا یک پروژه به اصطلاح تیل وزارت افغان تلکام، تیل بخش افغان تلکام، اونم پروژه بود که
پس ما وزارت که خط فساد است شما میگین که واقعا اون را کشیدین از وضعیت اصلیش ز بابا کسب تات دومره وایم چې دومره اندازه به نوې لکه څومره چې میډیا کې ویل کیږي دومره اندازه هم فایلونه نشته. نه بر اساس تحقیقی را که نهاد کرده بود کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد در اونجا با وضاحت آمده بس مسئله غرق در فساد مطرح کرده مسئله ناکامی وزارت مخابرات در تطبیق راهبرد مبارزه با فساد مطرح کرده گفته که وزارت مخابرات مطلق ناکام بوده در بخش تطبیق راهبرد هاگا وقت که مثلا کم پروژه که چه فساد شو هاگه بانی سو کرده تحقیقات شروعاندی تحقیقات شویده سرنوالی تاگا موضوع معرفی شویده او نور باقی پا پروژه که یا باقی پا استخدام پروسه که کم فساد چه سوم رزر آگل ما نور سن نور فساد آلتا نور نده سوه کراترین مشکل است هر مقامی که میره میگه که مقام تازه میگه می کار از او بود اما شما برای جلوگیری از فساد که چیزی که بسیار ضروری است در وزارت مخابرات واقعا چی کاری انجام داده تو کنید؟ یک سیستم مدون و یک پلیسی مدون من طول رئیسان تویلی چه در استخدام پروسه ده باید شفافه می شفافیت باندې په لیاقت او په اهلیت باندې باید کسان استخدام شي روابط او ضوابط باید پرېږدي په لیاقت او شایستګۍ باید ټول کسان د استخدام وي بل موضوع دا ده چې کوم پروژې چې تطبیقیږي هغه پروژې موږ ګورو چې دا واقعا صحیح تطبیق شوي که نه دي موږ په پټو سترګو چاته امضاګانې نه کوو دغه خپله د فساد مخنیوی کوي یعنی در گذشته به چشم پټ امضا میشد خو طبعا بعضی پروژه دی مثلا د فایبر نوری پروژه چې په خاطر تطبیق شوی دا د حلقوی رنگ پروژه چې ډیر روسته هم خبری راغلل میډیا ته هم راغلل چې 1.7 متر دغه پروژه د ځمکې لاندې نه ده تطبیق شوی بعضی یې کې ویل شوی چې ځمکې په سر دا پروژه پرته ده په خاطر په درسته ور سره پروژه نه وي تطبیق شوی خو نو دین وروسته چې کومې پروژې زه چې کوم راغلی یم هره پروژه زه دقیقا ګورم او زه غواړم چې د فساد مخنیوی وکړم او د فساد خلاف هره پروژه چې وي چې کومه پروژه باندې زه شکمن شم هغه تفتیش داخلي ته وړاندې کوم آخو صدا شما که در مغایرت با قانون 10% مالیات میگیرین هرچند پارلمان قانون را رد کرد در بخش گرفتن شفافیت در گرفتن 10% مالیات از مشترکین مخابراتی آنچه که کلانترین نگرانی مطرح است این است که شما چگونه این پول جمع‌آوری میکنین و چگونه به عواید وزارت مالیه اضافه میکنین واقعا شما اکنون چیزی داری که بر دمال شفافیت از این مسئله بگید؟ باباک صاحب دغه د 10% د مالیه جمع کول یا د نورو د 40% مالیه جمع کول دغه په اصطلاح اول خدا چې په ټولو هیوادونو کې عوام مالیه ورکوي د افغانستان مخابراتي شرکتونه هم په مختلفو بخشونو کې مالیه ورکوي مثلا 40% د عمومي عوایدونه ورکوي 2.5% د ټي ډي اف په نوم باندې ورکوي 10% د عوامو نه د کریډیټ په کارتونو کې ورکوي خو د ټولو لپاره باید یو شفافیت لپاره یو سیستم موجود وي خو برای ایجاد همی سیستم چی کار کردیم خو زه دې ته راځم درته دغه د سیستم لپاره مثلا 13 کالو نه د مالیه غونډیږي 40% 2.5% او د اوس 10% 13 کالو نه مخکې باید دا سیستم هم جوړ شوی وای اوس موږ پرې کار شروع کړی دی په دې څلور 15 میاشتو مخکې ولسمشر یو کمیټه تعین کړه په کابینه کې په دې باندې فیصله وشوه چې د وزیر د اقتصاد د رهبرۍ لاندې د وزارت مخابرات وزارت مالیه او د اطراد د همکاري په واسطه سره باید یو سیستم جوړ شي چې دا د ریئل ټایم منیجمنت په نوم باندې چې دغه 10% مالیه کې شفافیت راولي د دې په بیا دلته موږ دوه درې مورد خوښیدې کې هم پرسش مطرح کردین که شما چیګونه به ایره سنجش میکنه چی گونه مردم بر شما بار پیدا بکنه که واقعا در اینجا فساد صورت نمیگیره خب زه اصدر توایم بیا دلتا دو تخنیکی دو کمیته جوړه شو یو تخنیکی کمیته یو دی تدارکاتی کمیته تخنیکی کمیته منگا تخنیکی کمیته چې دلتا دی وزارت مالیه دی وزارت اقتصاد دی اطراع داری و دی وزارت مخابرات و کارمندان دی پکیو نو دغه زما د رهبری لاندې دغه تخنیکی کمیټې ټول کارونه خلاص کړل د سیستم لپاره اوس چې د تدارکاتو ته ورغلي چې تر څو تدارکاتو کې کار خلاص شي او دا سیستم په افغانستان کې یو شرکت راوړي او نصب شي په شپږو میاشتو نه تر یو کال پورې او مالیه په شفافه طور سره غونډه شي فعلا مالیه سره کم غونډېږي فعلا د هر شرکت چې موږ ته په لیست کې راکوي چې موږ دومره سکرچ کارتونه د میاشت په آخر کې ورکړل شوي دومره سکرچ کارتونو مالیه جمع شوې ده هغه د یو اکسل شیټ کې موږ ته راکوي او پیسې مستقیما شرکت د وزارت یعنی شما بر اساس گزارش شرکت ها پول جمع آوری میکنید بله
خو یو شی اوس فعلاً شته چې د اما این نمیتونه کرای شفاف میسر شفاف باشه آقای صاحب خو هم دی وجه زه غواړم چې او مونږ غواړو چې یو شفافه پروسه وي سیستم وي چې هغه ور سره مونږ مخ این سیستم چی وخت ایجاد میشه شما در زمان آقای واحدی هم بس سیستم مطرح بود دیدم میشه که هر روز به میلیون ها افغانی از مردم افغانستان جمهوری میشه ما روز هم معلوم نیست که سرنوشت پولا چی میشه به واحدی سه په وخت کې د سیستم حتی په پروسیجر باندې کار نه شوه اوس موږ په پروسیجر کار شروع کړی چې کمیټه جوړه شوې ده نه در اون زمان هم سخنگوی وزارت مخابرات گفتن که حتی اعضای کمیسیون مراسلات مخابرات شاید آقای سیخی هم او جنبه باشه سیستم نشان داده بود هغه د سیستم نو چې هغه د ریل ټایم منیجمنت سیستم وو هغه فقط یو کسانو ته خودل شوی وو د پارلمان غړو ته خودل شوی چې دغه سیستم دی خو بل وروسته واحدی سی وای چې سیستم نشته بلاخره هلته په وزارت مخابراتو کې دا سیستم نشته چې هغه مالیه غونډه کې هغه د شفافیت سره وکتل شي اوس پر کار شروع شوی دی د سالو 15 میاشتې مخکې چې زه راغلم ما پر کار شروع کړی دی او دا د کابینې او د رئیس جمهور په فیصله باندې چې کمیټه جوړه شوې ده وزیر د اقتصاد ته رهبریت لاندې موږ کار شروع کړی تدارکاتي کارونه پاتې دي او تخنیکي کارونه خلاص شوي دي او سیستم د شفافیت په خاطر باندې موږ جوړو با آقای سیریخیان چرا که با آقای سادات در بخش شفافیت در جمهوری مالیات از کردیت اشاره میکنه واقعا این راه شفاف است به هیچ وجه من تایید نمیکنم شفافیت در اینجا وجود نداره کمپانی ها هر آنچی بخوان بخواست خودشان است اگر ما واقعا وزارت مخابرات یک دستگاه یا یک ترافیک کنترل داشته باشه ما میپذیریم که شفافیت از به دست وزارت مخابرات است نه خیر نه قسم نیست چیزی را که خود کمپانی ها میخوان از او وضع بکنن نه این بسیار عیف و میلاز بین کمپانی ها و کمپانی ها نتوانسته ما چندین بار است که به کمپانی ها روان میکنیم مکتوب که رئیس های کمپانی بیان برای ما بیلانس خود گزارش بتن و در پلوی از اینکه بیلانس خود گزارش بتن 20% دولت افغانستان با کمپانی افغان بسیم شریک است مستقیم حکومت افغانستان در اون دورانی که افغان بسیم می آوردن استاد ربانی رئیس جمهور افغانستان بود 20% استاد ربانی را شخصی شریک ساخته بودند استاد ربانی این شراکت خود رسما به وزارت مالیه داد که وزارت مالیه دولت افغانستان با کمپانی افغان بسیم شریک است حتی تا همین لحظه که من صحبت میکنم بر مردم افغانستان معلوم نیست بر بسیار کسا در وزارت مخابرات معلوم نیست که چقدر پول از شرکت افغان بسیم 20% بر حکومت آمده و بیلانس از چه قسم است یک فساد در اطراف به هر باوج خود رسیده به خاطر از این میگم ما روز یک شنبه همین یک شنبه گذشته وزیر رئیس های کمپانی ها را خواسته بودیم که باید می آمدن رئیس های کمپانی مخابراتی ها شخص خودشان صحبت میکنن مکتوبی که روان میکنیم در وزارت پارلمانی از وزارت پارلمانی به اطرا میره اطرایی را نوشته میکنم مسئولین روابط با حکومت باید با اینا ده ای اطرا چی ضرورت داره چرا این مکتوبه تغییر میده چرا متل قرار میده مکتوبه و نمیمانه که اونا به شورا گزارش بدن در اینجا خود به خود معلوم است که رئیس اطرا تب قلب وزارت مخابرات اطرا است ریاست اطرا کسی هایی هستند که در اینجا زد و بنداز با کمپانی ها دست دارن همه ایشان یکی به دیگه پاس میتن و این قابل قبول نیست برای مردم افغانستان یک چیز است که اگر ما بفهمیم که امروز این پولی که این مردم بیچاره افغانستان که نان دخانش پیدا نمیشه و چی مشکل نان خود پیدا میکنه و این کریدت هم میگیره و 10% هم حکومت به خاطر مالیه وضع میکنه و ای کاش به خزانه دولت بیا ممکن 30% به خزانه دولت بیا 70% شعیف و میل شد بفرمایید آقای صادق در مورد 70% و فساد گسترده که در اطراف اشاره کرد زه په دې برخه کې صدیقی صاحب یو خبر سره زه موافقم چې شفافیت نشته ما هم نه دی ویل چې شفافیت شته نه شما باید شفافیت ایجاد بکنید من وایم چې شفافیت د پر کار کوم شفاف پروسس د سیستم راولو خب چقدر وخت از زمان وضع مالیات بر کریډیت مشترکین میگذره در حدود یک سال یو کال او و میاشت کیږي یک سال و هفت ماه شما در یک سال و هفت ماه تا کنون سیستم ایجاد نکردین آقای سعادت هنوز هم بحث فساد و حیف و میل پولای مردم یک از نگرانی هاست این همین موضوع است که یک سال و هفت ماه میشه و یک سال و چهار ماه میشه که وظیفه به اصطلاح واحدی سه به انفصال رفت به این موضوع نه شما که شما سرپرستی داری شما چرا برای